سلام های گرم و صمیمانه من رو بپذیرید. به برنامه 30 دقیقه خوش آمدید. در برنامه امروز صحبتی خواهیم داشت در رابطه با دادگستری و تأمین عدالت قضایی، موضوعی که یکایک که شما با اون درگیرید. جمهوری اسلامی اعلام کرده که بیش از 11 میلیون فقره مردم از هم شکایت دارند در دادگستری و دستگاه قضایی که یکی از خونریزترین دستگاه‌های قضایی جهان علیه مردم سفارایی می‌کنه. در این رابطه گفتگویی خواهیم داشت با حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. ایشون رو از طریق لینک ویدیو همراه خودمون داریم. حمید تقوایی، به برنامه 30 دقیقه خوش اومدید. خیلی متشکرم. یکی از مهمترین موضوعات در رابطه با دستگاه قضایی استقلال اون هست. بسیاری از کشورها راجع به این مسئله صحبت میکنن که یک دستگاه قضایی کاملا مستقل در کشورشون دارن. جمهوری اسلامی هم همین ادعا رو میکنه و سوال من این است که استقلال از چی و چرا باید مستقل بود، دستگاه قضایی مستقل باشه؟ به این معنای متعارفی که از استقلال صحبت میکنن، منظورشون این هست که باید دستگاه قضایی از قوه مجریه، قوه مقننه و غیره مستقل باشه، همون اصل به اصطلاح تفکیک قوا، به این معنی که نباید ملاحظات سیاسی، ملاحظات مربوط به منافع دولت یا مقامات یا غیره در دستگاه قضایی دخالت کنه. منتها به نظر من این معنی هنوز عمیقی از استقلال نیست. دستگاه قضایی باید مستقل باشه، یک معناش هم این هست که باید از مذهب، از خرافات، از تعصبات، از افکار و ایده ها و قوانین عقب مانده در واقع مستقل باشه، که این معنا رو در واقع کسی زیاد روش تاکید نمیذاره و جمهوری اسلامی به خصوص. دستگاه قضاییش کلن جزی از سیستم سرکوبگر مذهبیش هست و این فقط نه به این دلیل که از دولت مستقل نیست، که به هیچ وجه مستقل نیست دستگاه قضایی، کاملا طبق منافع بیت رهبری و آخوندهای حاکم کار میکنه، ولی به این معنای عمیق‌تری قوانینش کاملا مذهبی هست، ارتجاعی هست. بنابراین اگر حتی فرض کنید که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دولت مستقل هست، این هنوز هیچ چیزی رو راجع به عادلانه بودن رو نمیگه، چون تماما به مذهب وابسته است و قوانینش کاملا ارتجایی و ضد انسانی هست، از شلاق، قصاص، اعدام، سنگسار، تمام اینها جزء قوانین جمهوری اسلامی هست. بنابراین حتی با فرض استقلالش از دولت هم باز فرقی در قضیه داده نمیشه، به این خاطر که یک، به قول خود شما، یک دستگاهی کاملا خونریز باقی خواهد ماند. در جمهوری اسلامی دستگاه قضایی، خود شما الان اشاره کردید، یک بخش از ماشین سرکوب حاکمیت محسوب میشه. کلن در چنین نظامی اصلا چیزی به نام عدالت قضایی مفهومی داره؟ واقعی اصلا چنین چیزی شدنی هست با وجود جمهوری اسلامی و یک دستگاه قضایی عادلانه؟ ببینید، آخه خود مفهوم عادلانه اینجا مورد بحثه. عادلانه طبق قوانین ارتجاعی اسلامی کاملا ظالمانه است. دقیقاً. کاملا ضد زن، ضد مذاهب دیگر. بر طبق قوانین شرعی اسلامی افرادی که مذهبشون اسلامی است و در جمهوری اسلامی حتی شیعه نیست، حقوق بسیار کمتری دارن از بقیه. زنان حقوق بسیار کمتری دارن از مردان. و همینطور دیگه به اصطلاح اونها مرتدین و کافران که دیگه جای خود دارن، محدورالدمن، یعنی قتلشون واجبه. بنابراین عادلانه اصلا معنا نداره در این سیستم. من میخوام بگم کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی با قوانینش، با کیفرهاش، با پروسه به اصطلاح اجرای رسیدگی به پرونده ها، اجرای احکام و غیره، از تمام این جنبه ها کاملا غیر عادلانه، از ظالمانه بودن جزی از خود سیستم قضایی جمهوری اسلامی هست. ولی حتی در کل دنیا هم، در کشورهایی که مثل جمهوری اسلامی انقدر مذهب در دستگاه قضایی دخالت نمی‌کنه، به اونها هم توجه کنید، باز به یک مفهوم عمیق‌تری می‌بینید دستگاه قضایی غیر عادلانه هست، به خاطر اینکه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، واقعی
وقوع جرم ها رو در نظر نمی گیرن. به همین خاطر خب آدم های فقیر، آدم هایی که از نظر مالی تحت فشار هستن، ناگزیرن بسیاری از جاها برای تأمین معاش، برای تأمین زندگی خودشون دست به کارهای به اصطلاح غیر قانونی بزنن، نیازمندن، چون جامعه اونها رو به اینجا سوق داده. در حالی که آدم های متمول، آدم های صاحب سرمایه، آدم های صاحب امکانات به هیچ وجه ناگزیر نیستن دست به اون اقدام بزنن. به این معنای خیلی عمیق‌ترش، یعنی به معنای طبقاتی هم می‌بینید، دستگاه قضایی در جوامع طبقاتی نمیتونه عادلانه باشه. یه گفته معروفی هست از یک نویسنده به صورت طنزپردازی که الان فکر کنم آندره ژیل یا کسی مثل اون بود، الان اسمش دقیقاً یادم نیست، که میگه قانون با عدالت شکوهمندش خوابیدن زیر پل را به یکسان برای ثروتمندان و فقرا ممنوع اعلام کرده است. خب طنز تلخی در این گفته است. آدم ثروتمند احتیاجی نداره زیر پل بخوابه. اون آدم فقیره که ناگزیره، آدم بی خانمانه و قانون اونها رو دستگیر میکنه، چون خوابیدن زیر پل به یکسان به اصطلاح برای همه ممنوع اعلام شده. این گفته به نظر من به طور استعاره‌ای و سمبولیکی بیان میکنه که چطور در جوامع طبقاتی دستگاه قضایی اصلا نمیتونه عادلانه باشه. در جمهوری اسلامی این دیگه به توان صده، این ظالمانه بودن به توان صده، یعنی بسیار بسیار عقبتر از جوامع به اصطلاح سکولار جمهوری اسلامی هست. همونطور که گفتم، به خاطر که سیستم قضاییش اساسا بر مبنای تشیع و قوانین فقهی بنا شده، که این قوانین در ذات خودشون ضد زن، ضد آدمهای به اصطلاح غیر مسلمان و کلا ضد انسانی هستن. خب حالا با توجه به نکاتی که شما گفتید، یه لحظه از خود جمهوری اسلامی فاصله بگیریم و به صورت تجریدی تر به دادگستری، به معنای عدلیش، به معنای عدالت گستری، دادگستر کردن عدالت در جامعه، گسترش عدالت در جامعه، چه خصوصیتی باید کلن یه دادگاه، یک دادگستری عادلانه میتونه داشته باشه؟ این دادگستری عادلانه در کشوری فقط در جامعه معنی میده قبل از هر چیز، که نظام عادلانه‌ای در اون باشه. وگرنه همونطور که گفتم، جرم ها همه نتایج و جزء آثار مخرب نظام اجتماعی غیر عادلانه هستن. به همین خاطر اولین فرض اینه. اگر حالا فرض کنیم که یک جامعه از نظر مثلا سیستم اجتماعی کاملا عادلانه است، یعنی کسی در اون استثمار نمیشه، این فاصله عمیق بین فقیر و غنی وجود نداره، همه مردم به یکسان از امکانات، از مواهب، از نعمات، از حاصل کار خودشون بهره مندن، اگر چه این جامعه در نظر بگیرید، یعنی در یک جامعه سوسیالیستی، در این جامعه فقط میتونه به اصطلاح نظام عادلانه قضایی هم معنی بده. وقت در این جامعه اولا شرایط وقوع جرم، شرایط اجتماعی و اقتصادی وقوع جرم در نظر گرفته میشه، و ثانیاً در پروسه دادرسی کاملا علنی هست، باز هست، خود مردم در اون دخالت میکنن، دادگاه‌های به اصطلاح مردمی برپا میشه و با توجه به کل شرایط زندگی اجتماعی اون فرد مجرم و عواملی که اون رو به اون کار واداشته، در این مورد تصمیم گیری میکنن. در این نظام از نظر کیفر، کیفرهایی مثل اعدام، حبس ابد اصلا وجود نداره. مهم نیست جرم چی باشه، چنین کیفرهایی کاملا ضد انسانی هستن وجود نداره، و بقیه کیفرها هم همونطور گفتم با توجه به کل شرایط در نظر گرفته میشه. این رو هم بگم که در اون جوامع، در جوامعی که از نظر اقتصادی اجتماعی کاملا عادلانه باشه، جرم فکر کنم 1/1000 جوامع فعلی فتا کمتر خواهد بود، به خاطر اینکه همون عادلانه بودن وضعیت و اینکه دیگه در جامعه فقیر و غنی وجود نداره، تبعیض طبقاتی وجود نداره و همینطور تبعیض مذهبی، تبعیض قومی ملی وجود نداره، این یعنی جرم ها بسیار بسیار کمتر از این چیزی که امروز اتفاق میفته در جامعه اتفاق خواهد افتاد. ولی همون حدی هم که اتفاق میفته، همونطور که گفتم، در یک پروسه‌ای که اولا مردم کاملا در اون دخیلن، دادگاه های علنی بر مبنای قوانینی کاملا مستقل از خرافات، مستقل از مذهب، مستقل از تصورات ناسیونالیستی اون دادگاه ها رسیدگی میکنن و با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی مجرم حکم لازم رو در اون مورد صادر میکنن. یه نکته مهمتر شاید خود صلاحیت دادگاه هاست و
فردی که به هر حال رئیس اون دستگاه قضایی محسوب میشه، فردی به نام قاضی که قضاوت میکنه، صلاحیت دادگاه رو چگونه باید احراز کرد؟ کدوم دادگاه و کدوم قاضی صالح؟ ببخشید، بفرمایید. بله، دادگاه ها یعنی قضات انتصابی نیستن، انتخابی هستن در این سیستمی که ما میگیم، و از طرف نهادهای حکومتی که نهادهای خود مردم هستن در جامعه‌ای که ما میگیم، در جامعه سوسیالیستی خود مردم حاکمن، به این معنا که در شوراها یا ارگانهای نظیر شوراها متشکلن و هم قوانین رو تصویب میکنن، قوانین لازم رو، و هم اونها رو اجرا میکنن تا اونجا که به سیستم قضایی مربوط میشه. بنابراین این شوراها هستن که تعیین میکنن قاضی رو و کل نظارت میکنن بر کل پروسه محاکمه، و همینطور هیئت جوری هم از مردم انتخاب میشه. قاضی فقط میتونه به اصطلاح حکم کارشناسی بده، از این نظر که بگه چه کیفری برای چه جرمی مناسبه. نفس مجرم بودن یا نبودن متهم رو مردم تصمیم میگیرن، که در حد البته خیلی ناقص و دست و پا شکسته در جوامع امروز هم در جوامع غربی هم هست که هیئت جوری به اصطلاح یا هیئت منصفه، ولی در جامعه‌ای که ما میگیم این هیئت جوری، این مجموعه به اصطلاح کسانی که حکم صادر میکنن مستقیما از طرف خود مردم، از طرف شورای مردم انتخاب خواهند شد. دادگاه های مختلفی در جمهوری اسلامی وجود داره، مثل دادگاه نظامی در خیلی از کشورها هست. زمان جنگ میگن دادگاه نظامی تشکیل شد، یا دادگاه ویژه روحانیت، امثال و اشکال مختلف، حتی دادگاه ویژه گرانفروشان یا هر چیز دیگه. دلیل تعدد این دادگاه ها چیه؟ و در این حال تو بسیاری از کشورهای پیشرفته مطلقاً چنین دادگاهی وجود نداره. خب این تقسیم بندی دادگاه خودش نشون میده که در واقع به مردم یکسان برخورد نمیشه. حتی در همون سیستم جمهوری اسلامی، تازه بر مبنای سیستم خودشون هم کاملا تبعیض قائلن. پس که زمان شاه دیگه دادگاه ویژه مثلا روحانیت نبود، اینها چون اومدن به قدرت رسیدن، چون این آخوندها به قدرت رسیدن، دادگاه ویژه خودشونو گذاشتن. این به اعلام این هست که ما کاملا به طور استثنایی برخورد میکنیم، متفاوت از مردم دیگه برخورد میکنیم به کسانی که تو دستگاه مذهبی جرمی انجام دادن. یا دادگاه نظامی که این در کشورهای دیگه هم هست، خصوص در زمان جنگ هم که شما گفتید، این هم عین ظلمه، به خاطر اینکه نفس این که جرمی در زمان جنگ بسیار شدید و به اصطلاح با کیفرهای سنگین بهش برخورد میشه، این ناشی از اون ناسیونالیسم عمیقی که در اون جامعه هست. و همونطور که گفتم نفس این ظالمانه است، به خاطر اینکه بر مبنای منافع طبقه حاکمه ای که یک جنگ داره پیش میبره، اگر کسی سربازی مثلا سرپیچی از فرمانده بکنه، خب مجازات های خیلی سنگین بهش میدن، در حالی که در شرایط غیر جنگی این کارو نمیکنه. بنابراین دادگاه ویژه نظامیون یا روحانیان یا دادگاه ویژه اصناف غیره که هست، تمام این ویژگی ها نشون دهنده تبعیضات ویژه ای هست، در واقع برخورد های چندگانه با استانداردهای متفاوت به بخش های مختلف جامعه و بر اساس شرایط اجتماعی هست، شرایط جنگی یا غیر جنگی و غیره، که همه اینها به نظر من نشان دهنده کلاً ظالم بودن دستگاه قضایی در یک جامعه انسانی، در یک جامعه سوسیالیستی. یک نوع دادگاه هست مستقل از اینکه موقعیت اجتماعی و فردی اون شخص چی باشه، شخص متهم، و مستقل از اینکه این اتهام در چه زمانی اتفاق افتاده باشه، اون دادگاه باید بررسی کنن و به همه یکسان برخورد کنن. مردم مشخصا در ایران در مقابله با جمهوری اسلامی با هیولایی به نام دستگاه قضایی روبروند، دستگاهی که میکشه، میزنه، سرکوب میکنه، و شما اشاره کردید بخشی از دستگاه سرکوب علنی و آشکار جمهوری اسلامی است. برای مقابله با این دادگاه ها، برای افشای اونها، برای انحلال رأیشون و ابطال احکامشون، چه کاری واقعا باید صورت داد؟ اولا همونطور که گفتید، من میخوام اینو کمی اینجا اگه اجازه بدید توضیح بدم. این در جمهوری اسلامی کاملا شرایط ویژه هست، یعنی نقدی که کلا بر جوامع طبقاتی گفتیم، همونطور گفتم ظالمانه بودنش در جمهوری اسلامی باید به توان صد رسوند. واقعا به خاطر که در جمهوری اسلامی رسما علنا قوانینش سفید روی سیاه روی سفید به اصطلاح روی کاغذ ظالمانه است، چون سیستم، چون دستگاه قضایی اسلامیه، و بعد این دستگاه قضایی رو کاملا در خدمت منافع این قشر
آخوند و حاکم و اون اقلیت خیلی ناچیز سرمایه‌دار و متولی در جامعه دارن به کار میگیرن. یعنی کاملا سیستم سیاسی هست. حتی جرائم به اصطلاح جنایی عادی، اینها اعدام‌هایی که داده میشه برای مرعوب کردن جامعه و ترسوندن جامعه هست، یا احکامی که علیه زنان داده میشه باز برای کاملا مختنق کردن کل جامعه هست. بنابراین کل این سیستم قضایی کاملا مثل یک شمشیر خونریزی در دست جمهوری اسلامی عمل میکنه علیه مردم، و این خیلی علنی و روشن هست. از دادگاه فرمایششون بگیرید تا اعدام‌هایی که مدام بدون هیچ به اصطلاح زمینه‌ای، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ پروسه عادلانه صادر میشه. الان به اصطلاح به طور نسبی ایران بیشترین اعدام‌ها رو در جهان داره. به طور مطلق اعدام نوجوانان در ایران درجه اوله، و من فکر کنم در مورد اعدام زنان هم همینطور این رو میشه گفت. بنابراین یک دستگاه قضایی به هیچ وجه هیچ ربطی به قضا و دادگستری با هر معنی کاملا تخفیفی هم بهش نگاه کنید، کاملا هم تخفیف بدید، باز میدید هیچ ربطی به دادگستری و قضاوت نداره. این یک اسلحه سرکوب و اسلحه مرعوب کردن جامعه هست که جمهوری اسلامی مثل لباس شخصی ها و پاسداران و غیره دادگاهش هم باید در همون رده گذاشت. دادگاه جمهوری اسلامی دقیقا مثل گله های اوباش و مزدوران جمهوری اسلامی علیه مردم به کار گرفته میشه. اما اینکه چه باید کرد، به نظر من در دو سطح مبارزه است. یک سطح پایه‌ای باید جمهوری اسلامی سرنگون کرد، غیر از این نمیشه. این حکومت با کل سیستم قضاییش باید به گور سپرده بشه، قابل اصلاح و مرمت نیست، و در سطح مشخص باید در برابر تک تک این جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام میده ایستاد، مقاومت کرد و تعرض کرد و جلوشو گرفت و اجازه نداد. ما موارد موفقی در این به اصطلاح پرونده های ویژه داشتیم و باید این مبارزه ادامه پیدا کنه. به این معنا این مبارزه مشخص علیه احکام و دادگاه‌هایی که جمهوری اسلامی مدام داره علیه مردم برپا میکنه جزئی از همون مبارزه عمومی هست برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. میخوام بگم نمیشه به این خاطر این منطق رو ما قبول نداریم که چون جمهوری اسلامی ریشه قضیه است و باید سرنگونش کرد، بنابراین مبارزه با تک تک موارد فایده‌ای نداره. به نظر من مبارزه با تک تک این کیس ها، این پرونده ها جزئی از این مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی هست، به اضافه اینکه در موارد معینی اینها نتیجه داده. جمهوری اسلامی رو کاملا عقب تونستیم، در موارد عقب برونیم، تونستیم حکمای اعدام رو ملغا کنیم، تونستیم حکمای سانکشن رو ملغا کنیم، و بنابراین در هر مورد باید وسیعا مقابله کرد و مبارزه کرد. و مشخصا در شرایط حاضر بعد از قضیه به اصطلاح حمایت جهانی از سکینه محمدی آشتیانی و اعتراض جهانی به سنگسار و اعدام، به نظر جمهوری اسلامی بسیار در موقعیت ضعیفتری از گذشته قرار گرفته و باید با قدرت و با اتحاد و با عزمی صد چندان گذشته در برابر هر یک از این احکام غیر انسانی و ضد انسانی و ظالمانه جمهوری اسلامی باید ایستاد و اجازه نداد جمهوری اسلامی فعال مایشا باشه و هر جنایتی که میخواد به راحتی انجام بده. آیا دستگاه قضایی به هر حال در جهان هست که بخواد نظارت کنه یا نظارت اون دستگاه قضایی رو جلب کنه، مثل احکام دادگاه های صالحه‌ای که به جنایات جنگی رسیدگی میکنن و به جنایات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رسیدگی کنن، چنین امکان پذیر هست در سطح جهان؟ این یکی از اهداف اون مبارزه مشخص است. الان فعالین زیادی، گروه ها، نهاد های زیادی به دنبال این کار هستن که به اصطلاح ارگان های بین المللی و توجهشون رو جلب کنن به جنایت هایی که جمهوری اسلامی انجام میده، و در واقع پرونده‌ای برای خود حکومت اسلامی از دستگاه قضاییش تا کل سیستم رژیم اسلامی پرونده‌ای برای اون باز کنن در دادگاه بین المللی. این البته جزئی از همون مبارزه هست برای کلن ترد کردن و منزوی کردن جمهوری اسلامی که یک هدف اعلام شده حزب ماست و مدت هاست برای این مبارزه میکنیم. منظورم این هست که باید برای اینکه جمهوری اسلامی رو تمام نهادهای بین المللی و دولت ها در جهان به عنوان یک حکومت قاتل مردم و نه به هیچ وجه نماینده مردم یا دولت ایران، بلکه به عنوان یک
ماشین سرکوب و جنایت باید به رسمیت بشناسن، این واقعیت رو باید به همه نشون داد و باید طردش کنن، از نظر سیاسی تحریمش کنن، از مجامع بین‌المللی باید اخراج بشه، سفارتخونه‌هاش باید بسته بشه، دولت‌ها باید همه روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع کنن. این هدفی است که ما دنبال می‌کنیم و به عنوان یک شاخه، یک جزی از این مبارزه، به نظر من باز کردن پرونده جنایت سران جمهوری اسلامی هست در دادگاه‌های بین‌المللی برای رسیدگی اونها. این هم امری است که باید دنبال کرد و به نظر من یکی از راه‌های مبارزه علیه جمهوری اسلامی این هست. تقریبا 4 دقیقه به پایان برنامه ما باقی مونده و یه سوال نسبتاً طولانی هم برای من هست که حزب کمونیست کارگری ایران کلاً برای اجرای عدالت اجتماعی و به هر حال برپا کردن یک دستگاه قضایی عادلانه چه برنامه‌ای داره؟ در برنامه حزب کمونیست کارگری ایران نکاتی قید شده، اگر مایل هستین اشاره کنید. بله ببینید، در برنامه حزب یک بخش مفصلی، فکر کنم مفصل از بسیار مشروح‌تر از بسیار از بخش‌های دیگه، در مورد سیستم قضایی، اون سیستم قضایی که ما فکر کنیم مطلوبه، صحبت شده. نکاتی شما اینجا گفتم، مثل منتخب بودن قضات و کلیه مقامات قضایی، مثل هیئت جوری منتخب مردم، مثل مستقل بودن قوانین قضایی از مذهب و از هر و ناسیونالیسم و از هر نوع ایدئولوژی های تعصب‌آمیز و ظالمانه‌ای که همیشه بر جوامع در جوامع طبقاتی حاکم بوده، تمام اینها در اون برنامه توضیح داده شده، به اضافه جزئیات بسیار بیشتری، ممنوع بودن اعدام، ممنوع بودن حبس ابد، تمام اینها صحبت شده. حتی اینکه نیروهای انتظامی باید چطور برخورد کنن، چطور باید همه علنی باشن، نمیتونیم پلیس مخفی داشته باشیم، و متهم چه حقوقی داره، حقوقی که از همون لحظه دستگیری متهم داره تا لحظه محاکمه و دادگاه ها و غیره، تمام اینا اونجا توضیح داده شده. الان در این چند دقیقه که شما گفتید فرصت نیست من این رو باز کنم، فقط این رو بگم که اون فلسفه و استراتژی و اون سیاست قضایی که ما ازش حمایت میکنیم و در برنامه یک دنیا بهتر توضیح داده شده و باز شده، کاملا بر بخورد یکسان به همه انسانها استوار هست. چیزی که در جوامع امروز در جمهوری اسلامی که به طریق اولا ولی در جوامع طبقاتی دیگه هم به هیچ وجه رعایت نمیشه، به خصوص مستقل از موقعیت اقتصادی انسانها، مستقل از موقعیت اجتماعی انسانها، مستقل از مذهب انسانها، مستقل از ملیت و هر نوع تعلقی که جامعه اونها رو به اونا منسوب میکنه یا خودشون رو جز اون گروه ها میدونن، دستگاه قضایی باید کاملا مستقل از این دستبندی های مذهبی، قومی، ملی، جنسی پیش بره. یک جنبه مهم دستگاه قضایی، به خصوص بعد از جنایت هایی که جمهوری اسلامی کرده، برخورد یکسان به زنان و مردان هستن. طبق قوانین و طبق سیستم قضایی جمهوری اسلامی رسما و علنا و قانونا زنان بسیار از حقوق مردان را ندارن و شهروند درجه دوم که چه عرض کنم درجه چندم به حساب میان. این بنابراین باید بر این تاکید کرد که یک رکن عادلانه بودن سیستم قضایی که ما میگیم برخورد یکسان به زن و مرد هست، برخورد به افراد، به شهروندان مستقل از جنسیت، و یک جنبه دیگه مستقل از مذهب که همونطور گفتم این هم در جمهوری اسلامی اینطور نیست، و یک جنبه دیگه مستقل از ملیت، ملیتی که بهش برخورد میکنه. این در تمام جوامع این تبعیض هست، در ایران به طریق اولا و بسیار بیشتر هست که غیر ایرانیان حقوق بسیار کمتری از ایرانیان دارن و این رو هم باید کنار گذاشت. به این معنا میخوام بگم سیستم و استراتژی قضایی ما بر این اصل مبتنی هست که به تمام شهروندان باید کاملا به یکسان برخورد بشه و کل سیستم قضا، مقامات قضایی همه باید منتخب، قابل عزل و نصب به وسیله شوراهای مردم باشن، دادگاه ها باید علنی باشه، کل پروسه قضایی باید شفاف و روشن و صریح باشه و حقوق متهم از قدم اول باید کاملا رعایت بشه تا لحظه محاکمه و دادگاه. اینها خیلی خلاصه مبانی سیستم قضایی هست که ما میخواییم در جامعه اجرا بشه. صاحب شرکت کردید، خواهش میکنم. عزیزانم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم از طریق شماره تلفن پیامگیر تلویزیون کانال جدید با برنامه 30 دقیقه در تماس باشید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید.
امیدوارم برنامه‌ای که تهیه شده بود مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو دارم. روز و روزگار به شما خوش.